دوباره سلام سلام، درس این جلسه‌مون رو شروع کنیم. یه مباحث جلسه گذشته، سوالی مشکلی اگه دارین بگین، اگه ندارین یک بزنیم و درسمون ادامه بدیم. خیلی هم خوب و عالی. مثال 27. خب ببین، نگاه کن، ما دو تا ذره داریم که اینا توی این ستونه قرار دارن. خب اولا اگه اینا بار نداشتن، خب این بالا اینجا معلق نمیمون. چرا؟ هیچ چیزی تو هوا معلق نمیمونه، به خاطر اینکه نیروی گرانش وجود داره. این نیروی گرانش میکشدش پایین، میافتاد پایین. خب ولی چون این دو تا بار دارن و بارشون هم نامه، همدیگر رو دفع میکنن، میخواد هلش بده بالا. اگه اینا بارشون ناهمنام بود، جاذبه ایجاد میکرد، بازم میکشیدش به سمت خودش، جذبش میکرد. ولی وقتی که همنام باشن، دفعش میکنه، میفرستش بالا. خب پس ببین، الان دو تا نیرو به این گلوله بالایی وارد میشه. وزن میخواد بکشتش پایین، نیروی الکتریکی میخواد هلش بده بالا. هر کدوم از این نیروها زورش بیشتر باشه، اون غلبه میکنه. اگه دافعه بیشتر باشه، میره بالا. اگه اون جاذبه بیشتر باشه، میاد پایین. یه جایی این نیروی دافعه و این نیروی گرانش با هم برابر میشن. وقتی اینا با هم برابر بشن، دیگه این گلوله نه بالا میره نه پایین، همونجا به تعادل میرسه. چون به من صورت سوال گفته که گلوله توی این نقطه در حال تعادله، یعنی نیروی که میخواد هلش بده بالا، یعنی نیروی الکتریکیش، با نیروی که میخواد بکشتش پایین، یعنی نیروی وزنش، با هم برابر شدن. پس ما هم میایم رابطه این دوتا نیرو رو با هم برابر میذاریم، اون پارامتری که مسئله میخواد به دست میاد. اوکی؟ برهمنهی چی میگه؟ ما یاد گرفتیم که وقتی دو ذره داره بار الکتریکی، اینا به هم نیرو وارد میکنن، نیروشون هم از رابطه Q1Q2 بخش بر R2 به دست میاد. حالا میخواییم بریم توی شکلهایی که بیشتر از دو تا ذره داریم، یعنی 3-4 تا ذره جاهای مختلف قرار دارن. بعد صورت سوال میاد یه بار مورد نظر رو مشخص میکنه، میگه بگیم به این باره چقدر نیرو وارد میشه. خب باید چه کار کنی؟ ببین، وقتی اطراف یه بار 3 بار وجود داره، هر کدوم یه نیرو بهش وارد میکنن، یعنی 3 نیروی جداگونه به این ذره وارد میشه. مثل چی میمونه؟ مثل اینکه یه مثلا کیف رو گذاشتی وسط، 3 از سه طرف بکشنش، هر کس یه نیروی وارد میکنه. خب بعد این کیفه در نهایت کجا میره؟ به طرف اونی که قوی تره، یا در واقع براینده نیروها. پس وقتی که چند تا بار توی مسئله به ما میده و نیروی وارد بر یه بار مشخص رو میخواد، شما اول باید بیاید تک به تک نیرویی که بقیه بارها به این بار مورد نظر وارد میکنن رو پیدا کنید. یعنی ببینی بار 1 چه نیرویی بهش وارد میکنه، بار 2 چه نیرویی بهش وارد میکنه، بار 3 چه نیرویی بهش وارد میکنه. همه اینا رو حساب کنی و روش بکشی، بعد در نهایت یه برایند بگیری، بگی این ذره مورد نظر من بالاخره چه نیروی بهش وارد میشه، چند نیوتن به کدوم سمت. کلیاتش اوکی هست براتون؟ این سوال حل کنیم ببینیم که چه جوریه. خب فارسیشو بخونیم توضیحشو. گفته اگه تعداد ذره باردار در یک ناحیه از فضا قرار داشته باشن، نیروی وارد بر هر ذره برایند نیروهایی است که هر یک از ذره های دیگر در غیاب سایر ذره ها بر آن ذره وارد میکنن. یعنی بیا دونه دونه نیروی برایند، هر کدوم از اینا رو نیروهاشو بکش و همه رو با هم برایند بگیر. مثلا سال 28 گفته دو تا ذره باردار داریم، Q1 4 در به توان منفی 6 میکروپولار. بچه ها نگاه کنین اینجا رو، یه در به توان منفی 6 گذاشته ولی باز واحدش میکروکولونه، یعنی یه در به توان منفی 6 دیگه هم میخواد. در به توان منفی 6 کولون، یه در به توان منفی 6 خودمون باید بذاریم به خاطر میکروکولون. یکی هم همینجوره، میکرو داره، پس یه در به توان منفی 6 هم ما باید اضافه کنیم به خاطر میکرو.
دف یک کیو یک و کیو دو. ولی کیو یک اینجاست. الان بارش شد مثبت دیگه. مثبته. چون گفته چهاره. این چهاره علامتش مثبته. کیو دو هم اینجاست. اینم مثبته. گفته اینا فاصله شون از هم دیگه 0.2 متره. اینجا 0.2. بردار نیروی وارد بر بار کیو سه. البته اونم یه میکرو میخواد. بار Q3 بچه ها منفیه. میبینی علامتشو اینجا گذاشته. این منفیه. که کجاست؟ نقطه M وسط خط واصل. وقتی میگه وسط خط فاصل بچه ها یعنی این فاصله 0.1. این یکی فاصله هم 0.1. درسته؟ فاصله از هر کدومشون 0.1 متره. گفته بر حسب I و J بنویسش. من یکم اینجا شکل رو بزرگتر میکشم. این نقطه M که Q3 قرار داره. اینم یه بار مثبت Q2. خب بچه نقطه M اون وسط یه بار Q3 گذاشتم. به این Q3 بگو چند تا نیرو وارد میشه؟ چند تا بار اطرافش وجود دارن؟ چند تا نیرو به Q3 وارد میشه؟ آفره. دوتا. یه دونه Q1 وارد میکنه. یه دونه Q2 وارد میکنه. Q1 و Q2. خب به من بگو. نیروی Q1 چجوریه؟ Q1 که بارش مثبته، این Q3 که بارش منفیه دفع میکنه یا جذب میکنه؟ آفرین، به سمت خودش جذب میکنه. F1 به 3. حالا بریم سراغ Q2. Q2 اینجا مثبته، Q3 منفیه. Q2 Q3 رو اونم جذب میکنه. آیا این نیرویی که 1 و 2 وارد میکنن به Q3 با هم برابره؟ ستایش چرا میگی برابره؟ نه برابر نیست. بار Q1 رو نگاه کن تو صورت سوال. Q1 رو 4 بهت داده. 10 به توان منفی 12 میشه. ولی Q2 رو 2 به توان منفی 12 بهت داده. آفرین، بارا با هم متفاوته. کدوم نیروش بزرگتره؟ کی نیروش بیشتره؟ اونی که بارش بیشتره، یعنی Q1. پس من این نیرو رو کوچیک‌تر بکشم. میدونم کوچیک‌تره، نیروشم تو شکل کوچیک‌تر بکشم. بچه Q1 بارش بیشتره، 4. آها، این 2. این که 4 بارش بیشتره، پس نیروش بزرگتره. بزرگتر کشیدم. این نیروی Q1 رو کوچیک‌تر. حالا بریم حسابشون کنیم. نیروی 1 به 3. بچه فاصله متر بود. خب اگه دوست داری بیا فاصله رو هم بذارینم. برای اینکه بتونم از اون رابطه 90 استفاده کنم، گفتیم که به شرط من میتونم از 90 اون راه حل کوتاه استفاده کنم که بارها میکروکولون باشن، فاصله هم سانتی متر باشه. خب بارها میکروکولون هستن ولی فاصله سانتی متر نیست. گفته 0.1 متر. پس من خودم بیام فاصله رو سانتی متر بنویسم. بچه 0.1 متر یعنی 10 سانتی متر. پس فاصله از هر کدوم 10 سانتی متر. میخوام 90 بذارم. دیگه 90 میذارم. میگم این باره 4 دیگه تبدیل واحد نمیخواد. پس چرا -6 گذاشتم؟ -6 مال خودش بود قبل از اینکه میکرو بخوام تبدیلش کنم. به خاطر تبدیل واحدش نبود. خود عددش -6 رو داشت. بار Q3 چقدره؟
بار کیوسه هم دو ضربه در 10 به توان منفی 6ه. میدونیم میکروکولون دیگه تبدیل منفی 12 نمینیمیست و همون منفی 6. میدونیم علامت بارها تو رابطه وارد نمیشه. فاصله بینشون 10 به توان 2 میشه 100. خب 2 4 تا 8 تا 9 8 تا 72 تا یه صفر هم با این صفر میخوره میشه 7 2 2 دهم. 10 به توان 2 تا منفی 6 با هم جمع بشن میشه منفی 12. اگه بخوام به شکل برداری بنویسمش، بچه نیروی 1 به 3 در جهت آیاس یا جی مثبت یا منفی، به من بگید مثبت آی منفی آی، مثبت جی منفی جی. اگه بخوام با آی و جی بنویسمش چی باید بنویسم؟ چون گفته با آی و جی بنویس. نه من اینو دارم می نویسم، یک به سه رو دارم می نویسم، یک به سه رو حساب کردم، یک به سه در جهت منفی هاست، منفی آی بردار یک سه منفی هفت و دو دهم ده به توان منفی دوازده آی. به سمت چپ بچه ها منفی آی. حالا شما دو به سه رو حساب کنید، سری دو به سه رو حساب کنید بهم بگید. خب مقدارشون بگی. صداش این منفیه چیه فرستادی؟ برای قبلی بود یا برای این بعدیه؟ بعدی در جهت منفی ها نیست. قرمزه رو نگاه کن. قرمزه دو سه رو به راسته، به سمت مثبت هاست. مقدارش رو حساب کردی؟ دو به سه نیه 90 گذاشتم. بار دو، دو ضرب در به توان منفی 6 میکرو بود. بار سه هم دو ضرب در به توان منفی 6 میکرو بود. فاصله هم 10 به توان 2 شد 100. یه صفرش رو با این زدم، دو دو تا چهار تا، چهار نه تا 36 تا. یه صفر هم تو مخرج داریم چه 3 و 6 دهم. دو تا منفی 6 هم شد منفی 12. چون به سمت مثبت هاست، مثبت 3 و 6 دهم 10 به توان منفی 12 آی مثبت. خب حالا نیروی برایند چی میشه؟ به نظرت این دو نیرو باید با هم جمع بشن یا از هم کم بشن؟ آفرین، هم جهت نیستن، یکی راست میکشه یکی چپ، باید از هم کم بشن. آفرین درسته، کم میشن. یکیش مثبت هاست یکیش به سمت منفی هاست. یکی داره راست میکشه یکی داره چپ میکشه، کی زورش بیشتره؟ اونی که بزرگتره 7.2 است، اون منفیه بزرگتره، میشه منفی 7.2 ده به توان منفی 12 آی به اضافه 3 و 6 دهم 10 به توان منفی 12 آی. از هم کم کنی میشه منفی 3 و 6 دهم 10 به توان منفی 12 آی. همیشه برایند همجهت با بردار بزرگتر است. اونی که زورش بیشتره همیشه جسم میره سمت اون، قدرتش بیشتره دیگه، بیشتر میکشه. اون یکی ازش کم میشه ولی بالاخره میره سمت بزرگتره.
بچه من همین جزای پر شده رو همینو بعد از کلاس میفرستم توی گروهتون. خب اگه نمیرسید تمیز و تون بنویسید میتونید الان یه شکل نویس فقط جلوتون باشه با من حل کنید، جواب هی به من بدید، با من بیاین جلو، بعد میذارم توی گروه شب حرف نویس کنید. میخوام یکم بتونیم سریعتر بریم جلو که از مدرسه از آزمون ها عقب نمونیم. یه مثال دیگه، مطابق شکل سه ذره باردار Q1, Q2, Q3 روی نقطه های A و B و C ثابت شدند. نیروی وارد بر Q2، نیروی وارد بر Q2 اینجا بر حسب باردارهای یکی بنویس. بچه مشخصاتم اینجا بهتون داده، ببین کارو بهتون داده، گفتم همیشه کارو بهتون میدن. گفته Q1 و Q2 برابر دو میکروکولونن، یعنی Q1 Q2 هر دو تایشون مثبتن و هر دو تایشون مثبت دو میکروکولون هستن. میتونی رو شکلت بنویسی، یا شکل بزرگتر بکشم بعد داخلش مینویسم که مثبت و منفیاشونو. دو میکرو اینم Q3 هنوز نخوندمش، اینم Q2 مثبت دو میکرو، Q3 منفی 4ه، Q3 منفی 4ه. فاصله AC با CB برابر 30 سانتی متره، یعنی این فاصله 30 سانتی متره، این فاصله هم 30 سانتی متره. بچه نیروهای وارد بر اینو میخواد، برام بکشید نیروهاشو. چند تا نیرو بهش وارد میشه؟ آفرین، دوتا. یه دونه Q1 بهش وارد میکنه، یه دونه Q3. نیروی Q1 رو مشخص کن، بگو Q1 جذبش میکنه یا دفعش میکنه. نه، سه تایش دقت کن. Q1 رو نگاه کن، Q1 مثبته. میخوای اینو نگاه کنی، ببین وارد بر اینکه زرد کردم. اینم مثبته. مثبت مثبت رو دفع میکنه. این برای دفعش میکنه. F1 به 2. خب حالا سه چی؟ سه منفیه. سه این Q2 رو آفرین آره. صدایش حالا اینو بگو. Q3 منفیه. منفی مثبت رو چیکار میکنه؟ آفرین فاطمه درست گفتی. آفرین جذب میکنه. چون نزدیکتره و بارش هم بزرگتره قطعا نیروش قوی تر میشه بچه. از کجا فهمیدم نیروش رو بزرگتر کشیدم؟ چون نگاه کنین هم بارش قوی تر از بار اینه، هم نزدیکتره. هرچی نزدیکتر باشیم نیرومون قوی تره، تازه بارش هم بزرگتره. خب بارها میکروکولونن، فاصله هم سانتی متره. گفتم بچه 90% تمرینا یا تستا هم بارها میکروکولونن هم فاصله سانتی متره. یعنی شما میتونید از اون تکنیک 90 استفاده کنی و نیروها رو سریع به دست بیاری. خب حل کن، وقت میدم دوتاشو به دست بیار. Q1 رو به دست بیار، Q3 رو به دست بیار. خب بنویسم اینجا F1 به 2، یه 90 میذارم، بار اولی 2ه، بار اون یکی هم 2ه. بچه فاصلهش چنده؟ از Q1 تا Q2 فاصله چنده؟
از Q1 باید حساب کنی تا Q2. فاصله Q1 تا Q2 بچا 60 سانتی متره. که به توان 2 برسونی 6 تا 36 تا با 2 تا 0. آره فاصله را اشتباه کردی. خب عددش سرعت میشه 36، مخرجم 36، یه صفر میره 1/10 میشه. اگه بخوام برداری هم بنویسمش 1/2 رو میشه مثبت 1/10 آی. حالا 3/2 رو چند به دست آوردی؟ یه 90 می نویسیم. Q3 4، Q2 2. فاصله شون فاصله 3 تا 2 فاصله شون 30 سانتی متر. میبینی فاصله 3 تا 2 30 سانتی متر که به توان 2 هم برسه میشه 900. 990 ش با این میره میشه 8/10. قبلش هم گفتم این سبز خیلی بزرگتره ها، الان هم به دست اومد. به سمت منفی است، منفی 8/10 آی. حالا میریم برای اف برایند. چون یکیشون راسته یکیشون چپه باید از هم کم بشن. مثبت 1/10 آی منهای 8/10 آی از هم کم میشن میشه منفی 7/10 آی. آره دیگه برایند به سمت چپ میشه چون چپیه بزرگتر بود. اوکیه؟ اگه جایش سوال یا اشکال داریم بپرسیم. علامت آی و جی ببین، آی نماینده محور ایکسه، هر چیزی که روی افق باشه بهش میگن آی، کنارش آی می نویسن، میخوان نشون بدن که روی افق رو محور ایکس هست. هر چیزی که بالا پایین باشه یعنی رو محور عمودی باشه بهش میگن کنارش جی می نویسن، نماینده محور وای هست. فهمیدی آی مال کیه جی مال کیه؟ جواست میکشه. جهت مثبت منفی هم که بلدی میگم، ما تو محور ایکس ها به سمت راستی ها نمیگیم مثبت. هر چیزی که اینجوری به سمت راست باشه مثبت آیه، اگه به سمت چپ باشه منفی آیه دیگه. اگه به سمت بالا باشه میشه مثبت جی، اگه به سمت پایین باشه میشه منفی جی. جهت مثبت و منفی همون جهت مثبت منفی مختصاته، ایکسای مثبت ایکسای منفی، وایای مثبت وایای منفی. اوکی شد الان؟ مرسی. خب داری یکم حرفه‌ای تر میکنی بچه، نگاه کنی شکلایی کم که خط راست نیست، رفت روی مثلث. خب فاطیما نگاه کن، Q1 مثبت بود، مثبت مثبت رو دفع میکرد. خب این به کدوم سمته؟ 1/2. نگه به سمت راست نیست، مثبت آی. 1/2 مثبت مثبت رو دفع کرد به سمت راسته میشه مثبت آی. 3/2 منفی بود، منفی مثبت رو جذب کرد به سمت چپ شد. خب به سمت چپه منفی آی باید بنویسیم،
این به سمت مثبت هاست، این به سمت منفی هاست. مثال سی، رفت روی مثلث، از لای شده این از مثلث هم فرق نمی کنه بچه ها، کلی شکل میتونه بهتون بده، دایره، مربع، مثلث، پنزل، ایشیز، هر چی بهتون بده مهم نیست، مهم اینه که شما تک تک بارا رو بیا یک به یک نیروهاشو بکشی، دافعه و جاذبه رو مشخص کنی، بعد حسابشون کنی. خب من یه دقیقه وقت میدم خودتون الان اینو بکشید. گفته سه بار الکتریکی نقطه در سر از مثلث قائم الزاویه قرار دارن، نیروی برآیند وارد بر Q1، Q1 اینجاست، نیروهایی که به این وارد میشه رو حساب کن، بعد آی و جی بنویسیمشون. اول فقط شکلتون رو کامل کنید، قشنگ نیروها رو با دقت بکش، ببین Q1، ببین Q2 چه نیروی به Q1 وارد میکنه، جهتش رو دقیق مشخص کن، بعد Q3 به Q1 چه نیروی وارد میکنه دقیق مشخص کن. هر وقت مشخص کردین یک بزنین، دو تا شما مشخص کردین که با هم دیگه بکشین. بریم با هم بکشیمش. بچه اول Q2 رو نگاه کنید. Q2 بارش منفیه. این بار مثبته. منفی مثبت رو جذب میکنه به سمت خودش. میشه F2 به 1. حالا میرم سراغ 3. 3 مثبته. مثبت مثبت رو دفع میکنه. مثبت مثبت رو دفع میکنه پایین. دفعش میکنه. F3 به 1. خب حالا میام حسابشون کنم. اول F2 به 1. یه 90 میذارم. میگم بار 2 مقدارش 3. علامت رو نمیذاری. اینم 4. فاصله شون هم 3 که به توان 2 برسه میشه 9. خب این 9 با این 9 میرسه 4 تا 12 تا میشه 120 نیوتن. 120 تا. اگه بخوام برداری بنویسم، بچا نگاه کن اینجا به نشون داده آقا این مثبت آی، این ورش میشه منفی آی، منفی 120 آی، منفی 120 آی. حالا 3 به 1، 90 شو میذارم، بار 3 میکروکولونه، اینم 4 میکروکولونه، فاصله 2 به توان 2 میشه 4. 4 با این 4 میره. 3 9 تا 27 تا 270. آفرین فاطمه، معلومه یاد گرفتی آی جی رو. 3 به 1. بچا به سمت پایینه. پایین میشه منفی جی، منفی 270 جی. خب حالا برایندش میشه اف برایند میشه منفی 120 آی منهای 270 جی. بچه یکیشون اینجاست F2، یکیشون پایینه. آیا اینا رو میشه با هم جمع و تفریق کرد؟ اینا با هم جمع میشن یا کم میشن؟ آی و جی با هم جمع نمیشن، تفریق هم نمیشن، درسته؟ این دوتا به هم عمودن. اگه بخوای برایندشون رو به دست بیاری، باید ببری زیر رادیکال قضیه فیثاغورس رو استفاده کنی. این میشه نیروی برایند. این الان فقط گفته بر حسب آی و جی بنویس. ولی اگه اندازش رو میخواست، اینم حساب کنیم بچه اندازه. اگه اندازه نیروی F رو میخواست میگفتیم 120 به توان 2 به اضافه 270 به توان 2 زیر رادیکال. این میشه اندازش. آی و جی بر هم عمودن. اگه بخوای اندازش رو به دست بیاری باید از قضیه فیثاغورس استفاده کنی، بری زیر رادیکال اینا رو به توان 2 برسونی.
اوکی؟ بریم صفحه بعد. خب شکلمون بازم بزرگتر شد، تعداد باراش هم بیشتر شد. این دفعه یه مثلث بزرگه، دو تا مثلث کوچیک کنار هم و 4 تا بار داری. میبینی؟ گفته که در شکل روبرو نیروی الکتریکی برآیند وارد بر Q4 اینجاست. وسط ضلع آسی. بچه ها وسط ضلع آسی یعنی این با این برابره. این دفعه یکم حرفه‌ای تر هم هست. حتی فاصله هایی هم که نیاز داری بهت نداده. شما نگاه کن، فاصله بین 3 و 4 رو میخوای ولی نداریش. فاصله بین 1 و 4 رو میخوای، اینجا نداری. باید از این مثلث قائم الزاویه استفاده کنی که بتونی فاصله ها رو به دست بیاری. چجوری؟ از همون درس جلسه گذشته، از روی ضلع مقابل و ضلع مجاور. باشه من این مثلث رو بکشم اینجا بیرون واسهتون. این آ، این بی، اینم بذاریم اینجا اچ. اینجا 4 سانتی متر، اینجا هم 30 درجه است. درسته؟ بچه این مثلث رو کشیدم براتون بیرون. آره آفرین. میتونین الان این ضلع مثلث رو برا من به دست بیارین؟ یادتونه زلای تو مثلث رو اسم میذاشیم، زل مقابل، زل مجاور. زاویه قائمه رو که پیدا کنی وتر مشخص میشه. وتر بزرگترین زل روبرو به زاویه است. الان این زله که من دارم کنار، آفرین، این کنار مجاوره یا مقابله؟ این زله که مشخص کردم مقابله یا مجاوره؟ آفرین، مجاوره، چون جفت 30 درجه است. این یکی میشه مقابلش. خب مجاوره چجوری به دست میومد؟ مجاوره میشد وتر ضرب در چی؟ سینوس یا کوسینوس؟ آفرین، مجاور میشه وتر ضرب در کوسینوس 30 درجه. کوسینوس 30 درجه رادیکال 3/2. 2 و 4 با هم ساده میشن، میشه 2 رادیکال 3. پس این فاصله 2 رادیکال 3 هست. این یکی ضلع چی میشه؟ مقابله. مقابل میشه چی؟ وتر ضرب در سینوس 30 درجه. سینوس 30 درجه 1/2. ضرب در 4 میشه 2 سانتی متر. پس یعنی این ضلع 2 سانتی متر. پس میبینی؟ اون جلسه بردار رو یاد گرفتیم، اینکه اعضای مثلث رو پیدا کنیم، اینجا توی حل مسائل به دردمون میخوره. یه زاویه به ما میدن با وتر، خودمون باید ضلع مقابل و ضلع مجاور رو پیدا کنیم. حالا که فاصله ها رو پیدا کردیم میتونی بری نیروها رو بکشی؟
نیروها رو بکشی، پیداشون کنی. چند تا نیرو به Q4 وارد میشه؟ آفرین، 3 تا. Q1، Q2، Q3. 3 تا نیرو بهش وارد میشه. با دقت 3 تاشو رسم کن. ببین جذب میکنن، دفع میکنن، به کدوم سمت بکششون. حالا با هم رسم کنیم. خب اول Q1 رو بکشم. بچه Q1 مثبته، مثبت مثبت رو دفع میکنه رو به پایین. F1 4. حالا Q2 رو میکشم. Q2 منفیه، منفی این Q4 من وسط، آفره، مثبت بود. منفی مثبت رو جذب میکنه به سمت خودش. F2 4. Q3 مثبته، مثبت مثبت رو دفع میکنه، یعنی این سمت. F3 4. پس 2 4 و 3 4 میبینی مثل هم جهتن. F1 4 به سمت پایینه. آیا نیرویی که بار 2 وارد میکنه با نیرویی که بار 3 وارد میکنه با هم برابرن؟ با دقت نگاه کن. چی رو نگاه کن؟ باید اندازه بار رو نگاه کنی و فاصلش. ببینی آیا بارها با هم برابرن؟ آیا فاصلشون با هم برابره؟ وقت نیروهای برابر وارد میکنن. آیا؟ نیرویی که 2 وارد میکنه با نیرویی که 3 وارد میکنه برابر هستن یا نه؟ نه ستایش، ما تو حساب کردن نیروها علامت بارها رو که نمیذاریم توی رابطه، که چون علامتاشون مثل هم نیست پس نیروهاشون با هم برابر نیست. علامت ها رو کار نداریم. علامت مال همین موقع بود که دافع و جاذبه رو تعیین کردیم. آفرین فاطمه، برابرم. این بار 6ه، اینم بار 6ه. این گفته بود که وسطه، یعنی این دو رادیکال سر، این فاصله هم دو رادیکال سر. پس اینجا می نویسم چون بار 2 با بار 3 برابره، فاصله 2 هم با فاصله 3 برابره، نیروی 2 به 4 با نیروی 3 به 4 برابره. یعنی یکیشو حساب کنی دیگه حله. خب یکیش هم حساب کنم، 90 میذارم. خب بار 6ه، بار وسطی 1ه، فاصله شون 2 رادیکال 3 بود که باید به توان 2 برسه. خب میشه، این میشه 4 ضرب در 3. سه رو با 6 ساده کنیم، 3 4 رو کنن 12، 45 میشه 45 نیوتن. حالا من اینجا میکشمشون بعد محورهای مختصات. بچه اینا هر کدومشون شدن 45، یعنی این 45 نیوتنه، بعدیش هم 45 نیوتنه. با هم برابر بودن، یکیشو حساب کردم. حالا 1 4 جداگونه حساب میکنم. خودش تنها بود. 90 بار Q4 4، بار Q4 1، اون Q1 4. فاصله هاشون هم 2 بود که به توان 2 میشه 4. اینا با هم ساده میشه، میشه 90.
یعنی این یه دونه تنها خودش میشه 90. بچه این دوتا 40 و 50 چون توی جهتن اینا رو باید با همدیگه جمع کنم، درسته؟ کلش میشه 90. یعنی اگه بخوام نیروی برایند رو بنویسم میگم 90 تا رو محور ایکس ها دارم 90 آی، 90 تا روی محور جی ها دارم به سمت پایین 90 جی. اگه اندازش رو بخوام میبرم زیر رادیکال 90 به توان 2، 90 به توان 2 که میشه یه دونه 90 رادیکال 2. اگه جایی سوال دارین یا مشکل دارین بپرسین. جایی شما توجه نشدی نم بپرسی. قسمت برایندش رو دوباره میگم. ما وقتی کشیدیمشون این یکی 45 تا بود به سمت راست، این یکی هم 45 تا بود به سمت راست. این دوتا که همجهتن دوتا 45 تا به سمت راست میکشن با هم جمع میشن، یعنی میشه یه دونه 90 تا به سمت راست که 90 تا به سمت راست رو میگیم مثبت 90 آی. اون یه دونه هم خودش 90 تا بود به سمت پایین که به سمت پایین میشه منفی جی. پس 90 منفی 90 جی، پس مثبت 90 آی منفی 90 جی. اگه بخوای به شکل آی و جی بنویسی، گفت آی و جی به هم عمودن، پس اگه اندازش رو بخواد باید این زیر رادیکال هر کدوم از ضلعا به توان 2 برسن، یعنی 90 به توان 2، 90 به توان 2. همیشه وقتی ضلعا با هم برابرن مثل اینجا 90 و 90 ان جوابش میشه 90 رادیکال 2. بریم بعدی. این دفعه شکل به شکل مربع به ما داده، اصلا فرقی نمی کنه چه شکلی به ما بده. 3 ذره باردار Q1 و Q2 و Q3 در سه رست مربعی به ضلع 3 سانتیمتر ضلعش رو به همون داد قرار دارن. Q2 منفی 5، همون موقع روی شکل بذار منفیش رو بذار و 5 میکروکولوم. Q3 مثبت 2 دهم باشد نیروی اینجا گفت Q1 برابره با Q2، یعنی Q1 هم منفی 5، هم 1 هم 2 نیروی خالص وارد بر Q3 اینجا. دیگه فکر کنم الان باید بتونی کامل و درست تا مرحله آخر انجام بدیم. نه. ستایش اصلا نیازی نیست میگی ضلع مربع رو بد نداده 3 سانتی متر. تو چه فاصله ای رو میخوای؟ تو فاصله تا 3 رو میخوای، یعنی بین 2 و 3، بین 1 و 3. ببین همین اضلاع مربع هم فاصله ها دیگه داریشون. 3 سانتی متر، اینم 3 متر البته. فاصله ها همون ضلعای مربع داریشون دیگه، نمیخواد مثلثش کنی. اگه بین Q1 و Q2 گوش بده، اگه بین Q1 و Q2 میخواستی آره قطر مربع رو میکشیدی، از راه فیثاغورس قطرش رو به دست میآوردی. که گفتم قطر مربع هم همیشه میشه اندازه ضلعش رادیکال 2. ولی ما الان قطر مربع رو نمیخوایم. ما بین 1 و 3 2 و 3 میخوایم.
حل کنیم کامل. باید حواستون باشه اگه بخواین از F90 برید باید نعبه داشته باشه. بیاییم بکشیم با هم دیگه. خب Q1 منفیه، Q3 مثبته. منفی مثبت رو جذب میکنه به سمت خودش، F1 به 3. Q2 هم منفیه، 3 رو جذب میکنه به سمت خودش، اینم 2 به 3. نگاه میکنم میگم هم بارهای Q1 و Q2 با هم برابرن، فاصله 1 و 2 هم که با هم برابره، پس نیرویی که 1 وارد میکنه با نیرویی که 2 وارد میکنه برابره. یه 90 میذارم. بارشون 5ه، اون یکی 2/10. بچه فاصله رو باید 300 بذاری به توان 2، چون فاصله متر بود. اگه بخوای از 90 استفاده کنی باید فاصله رو سانتیمتر بذاری که این میشه 9 ضرب در 10 به توان 4. 2 ضرب در 2 5 10 تا اینجا میشه 1. این 9 با این 9 میره. 10 به توان 4 اگه بیاد بالا میشه 10 به توان منفی 4. یه صفرش میره میشه 10 به توان منفی 3. این اگه بخوام برایم بنویسم یه دونه به سمت مثبت x دارم، میشه مثبت 10 به توان منفی 3 i. یه دونه هم به سمت بالا دارم، یعنی مثبت j 10 به توان منفی 3 j. اگه اندازش رو بخوام چون به هم عمودن میره زیر رادیکال به توان 2 که گفتیم میشه یه دونش رادیکال 2. دفع به توان منفی 3. چه عددی از شما به دست آوردید؟ خیلی سال الان حل کردیم و نیروهای مختلف با اعداد و کیوها و فاصله های مختلف دیگه. نباید کم کم نباید تو اینا اشتباه کنید. باید سریع و درست حل کنید. حواست به واحدا، مقدارا اینا باشه. اگه اوکیه یک بزنید بریم بعد. آره دیگه، ببین بهتون گفتم اون 90 خطرناکه. شما عادت نکن 90 بنویسی همینجوری بدون تبدیل واحد بذارید. گفتم 90 به شرط اینکه بارها میکرو باشن، فاصله سانتیمتر باشه. اگه اینطور نبودن شما نمیتونی 90 بذاری. اگه بخوای 90 بذاری حتما باید تبدیلش کنی حداقل فاصله سانتیمتر، بارها هم میکرو. بذارین سوال رو بذارم 33 رو علامت بزنیم توی خونه حل کنید. گفته بار مثبت 1 میکروکولون رو بذار تو نقطه آ، یعنی اینجا مثبت 1 میکروکولون بذار و نیروهاش رو حساب کن. نیروی وارد بر اینو حساب کن. 33 رو علامت بزنیم توی خونه حلش کنید. من میخوام تمرین 34 رو حل کنیم. بچه 34 یه تمرینیه که یکم از کتاب درسی سطحش بالاتره. ولی خب چون ما قراره برای تستم آماده بشیم باید این تمرین سختم حل کنیم. گفته در شکل مقابل دو کره باردار A و B توسط ریسمان‌های همطول از یک نقطه آویزان شدند. مجموعه متعادله. کره ها گفت باردارن، مجموعه متعادله، یعنی همین جوری ایستاده، کسی نگهش نداشته، خودش همین جوری ایستاده. به هر کره چند تا نیرو وارد میشه؟ و حالا گفته که اگه جرم گروه ها یکسان باشه زاویه ها را مقایسه کن. بچه گفت این کره ها باردارن، میتونی بگی آیا بارشون هم نامه یا ناهمنام؟ میتونی تشخیص بدی که آیا بار این دوتا کره هم نامه یا ناهمنامه؟ آفرین ستایش، حتما همنام بوده. چرا؟
چون اگه ناهم نام بود همدیگه رو جذب میکردن و همدیگه میچسبیدن. ولی الان اصلا فاصله دارن، انگار همدیگه رو دفع کردن. پس بنویسیم اگر بار کره ها ناهم نام بود، یکدیگر را جذب میکردند و کره ها به هم میچسبیدند. ولی حالا که با فاصله قرار دارند، یعنی همدیگر را دفع کرده اند، یعنی بار آنها هم نام بود. فاطمه موافقی؟ پس این دوتا اگه بخوام نیروی بینشون رو بکشم، میگم همدیگر رو دفع میکنن، نیروشون این شکلیه. که گفتیم طبق قانون سوم نیوتن، نیروی کلونی که دو ذره به هم وارد میکنن همیشه با هم برابره. به بارشون و جرمشون به هیچ ربطی نداره، این دو نیرو همیشه با هم برابره. دیگه چه نیروهای دیگه به این وارد میشه؟ خب هر گلوله نیروی وزن خودش هم داره. Mg آیا وزنشون با هم برابره؟ نمیدونم. میگه نیروهایی که به این گلوله ها وارد میشن رو بکش و رابطه بین نیروهاشو به دست بیار. بگو اگه جرمشون جرم این گلوله ها با هم مساوی باشه، این زاوی آلفا بتاشون رو مقایسه کن. خیلی کلن یه گلوله‌ای که دوتا گلوله که اینجور ایستادن تحلیل کنیم شکلشو، ببینیم چه رابطه‌ای میتونیم توش پیدا کنیم، چه نیروهایی بهشون وارد میشه، چه رابطه‌ای بین نیروهاشون وجود داره، چه رابطه‌ای بین این زاویه هایی که اینا قرار میگیرن، این زاویه ها چه رابطه‌ای بین این زاویه ها وجود داره، آیا با هم برابرن، آیا با هم برابر نیستن. بالا میخوایم این حالا یه درسنامه ماننده، میخوایم این شکل رو اصلا تحلیل کنیم. هر گلوله نیروی وزن خودشو داره. شاید وزن کره ها با هم برابر باشه، شاید برابر نباشه، نمیدونم. هر کی وزن خودشو داره، وزنشون ربطی به هم دیگه ندارن. خب دیگه چه نیرویی دارن؟ چون به نخ بسته شدن، یه نیروی کشش نخ هم دارن. این یه نیرو کشش نخ خودش، اینم کشش نخ خودش. خب حالا میام یه دونه از این نیروها رو روی محور ایکس و وای میکشم، تجزیهش میکنم، ببینم چی ازش میفهمیم. مثلا میخوای دوست داری ما رو گلوله مثلا آ رو بکشم، خب فرقی نمیکنه. یه F اینجا داره، یه MG اینجا داره، یه دونه T هم اینجا داره. باشه اگه من اینجا خط موازی محور Y ها بکشم با این خط موازی، یعنی این دوتا بعد این مبرر بشه. اگه این زاویه آلفاه، این زاویه هم آلفاه. وقتی دو خط موازی داشته باشی، این خطه با این خطه موازیه، بعد این مبرره میاد قطعش میکنه. پس اینجا اگه زاویه آلفا باشه، این زاویه هم آلفاست. یعنی توی شکل ما این زاویه میشه آلفا. خب حالا میخوام این نیروی تی رو تجزیه کنم. میگم یه مؤلفه اینجا داره، یه مؤلفه اینجا داره. این مؤلفه بالایه جفت آلفاه، جفتش یعنی مجاورش، میشه تی کوسینوس آلفا. اون یکی انگار روبروشه، میشه تی سینوس آلفا.
پس نیروی تی رو تجزیه کردم. تی کوسینوس اینجا، تی سینوس هم افتاد اینجا. وقتی میگه مجموعه متعادله، بچه متعادله یعنی گوله ها حرکت نمی کنن. یعنی برایند نیروهاشون صفر شده. خب برایند نیروهاشون صفر شده یعنی چی؟ یعنی این نیروی تی سینوس که میخواد به سمت راست بکشه با این نیروی اف که میخواد به سمت چپ بکشه، این دوتا با هم برابرن. گلوله نه راست میره نه چپ. یعنی تی سینوس آلفا با اف برابره. دیگه چی؟ این نیروی تی کوسینوس آلفا که داره به سمت بالا میکشه با این نیروی ام جی که داره به سمت پایین میکشه با هم برابرن. تی کوسینوس آلفا برابره با ام جی. این دو رابطه خوب به دست آوردیم. اگه این دو تا رابطه رو به هم تقسیم کنیم، تی با تی میره، سینوس تقسیم بر کوسینوس میشه تانژانت آلفا. این برم میشه اف تقسیم بر ام جی. این رابطه خیلی خیلی مهمه. تانژانت آلفا میشه نسبت اف ام جی. این رابطه چی میگه؟ خب ما گفتیم نیروی افی که اینا به هم وارد میکنن همیشه با هم برابره، ولی جرماشون ممکنه با هم برابر نباشه. این رابطه میگه تانژانت آلفا یعنی زاویه که میگیرن، زاویه که جدا میشن، با جرمشون رابطه عکس داره. یعنی چی؟ یعنی اگه جرم این دوتا با هم برابر باشه، زاویه آلفا و بتا هم برابر، یعنی اینا یه اندازه دور میشن. ولی اگه مثلا جرم آ بیشتر باشه، سنگین تر باشه، زاویه آ کمتره. اونی که سنگین تره یه کم پرت میشه، اونی که سبکتره خیلی میره این و. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما اینجوری به دو نفر مش بزنی. ببین نیروی تو یکسانه به دوتایشون، ولی اونی که سبکه خیلی پرت میشه، اونی که سنگینه فقط یه کوچولو جا به جا میشه. اینا هم همینطورن، همدیگر رو دفع میکنن، ولی اینکه چه زاویه‌ای بگیرن، چقدر از هم دور میشن به وزنشون بستگی داره. اونی که سنگین تره کمتر میره، اونی که سبکتره خیلی پرت میشه. این سوال میخواد این مفهوم رو برسونه که نیروها با هم برابرن، ولی زاویه هایی که میگیرن اگر از نخ آویزون باشن، زاویه هایی که میگیرن با هم دیگه میتونه فرق داشته باشه. سوال میخواد این موضوع رو بررسی کنه. در واقع سوال نیست که حالت درس ماننده. تو تایش متوجه شدی قضیه چیه؟ خودش برم بعدی کیه؟ حالا میخوام یه موضوع خیلی خیلی مهم رو با هم یاد بگیریم، بررسی کنیم. خب بذار قبلش بریم یه استراحتی کوچولوی 5 دقیقه استراحت کنیم و بیایم یکم رفرش بشیم. موافقید؟ یه 5 دقیقه بریم استراحت کنیم. حتما بلند شین از پا سیستم، حتما بلند شین، یکم راه برین، یا آب یه چیز مایه بخورین، یه چیز شیرین بخورین، انرژی برگرده، اکسیژن برگرده، انرژی بگیرید برای ادامهش. این بخشی که الان میخواییم بخونیم فوق‌العاده مهمه. 100% تست کنکوره و امتحاناتتون. امکان نداره تو امتحانای پایان ترم یا تستای کنکور یا آزمای آزمایشی نبینیم. پس خیلی 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 خوب گوش بدید. چی ازمون میخواد این قسمت؟ ببین میگه که دو تا بار الکتریکی داری، مثلا مثبت 1 و مثبت 4. خب در فاصله 15 سانتی متری از هم قرار دارن. یه بار الکتریکی دیگه 5 میکروکولونی را
در چه فاصله از بار مثبت یک قرار بدیم تا بر آن نیرو وارد نشود؟ خب میشه من یه بار 5 میکروکولونی رو بیام مثلا یه جای قرار بدم بین این دوتا، مثلا اینجا بهش نیرو وارد نشه؟ میشه من یه باری بذارم بین این دوتا و بهش نیرو وارد نشه؟ ما میدونیم اگه باری رو بذاریم بین این دوتا، دوتا نیرو بهش وارد میشه. یه دونه این مثبت 1 وارد میکنه، یه دونه همین مثبت 4 وارد میکنه، درسته؟ این 1 دفعش میکنه، این 4 هم دفعش میکنه. پس منظور سوال چیه از اینکه میگه بهش نیرو وارد نشه؟ منظور سوال اینه که برایند نیروهای صفر باشه. پس منظور سوال این نیست که اصلا هیچ نیرو بهش وارد نمیشه. چرا؟ دوتا بار اطرافش دوتا نیرو بهش وارد میشه، ولی برایندشون صفر بشه. خب یه سوال، اگه من این بار 5 رو بذارم وسط، یعنی این فاصله ها با هم برابر میشه، اگه من این بار 3 بذارم وسط این دوتا، آیا نیرویی که این دوتا بهش وارد میکنن برابر میشه؟ اینو بذاریم بار 1، اینو بذاریم بار 2، نیروی 1 نیروی 2. اگه من بار 5 میکروکولونی رو بذارم وسط 1 و 4، آیا نیرویی که 1 کولوم و 4 کولومش وارد میکنن برابر میشه یا نه؟ چرا نه؟ آفرین، چون بارا با هم برابر نیستن. درسته من فاصله ها رو برابر کردم، ولی این بارش 1 میکروه، این بارش 4 میکروه. این 4 خیلی نیروش بزرگتره، نیروش قوی تر میشه. آفرین، پس این نقطه مورد نظر وسط این دوتا نیست. وسط نقطه خوبی نیست. خب به نظر شما، حالا که وسط نقطه خوبی نیست، باید یکم جا به جا بشم دیگه. کجا بیام؟ بیام سمت راست به این 4 نزدیک تر بشم، یا برم سمت چپ به این 1 میکروکولونه نزدیک تر بشم؟ فاطیما یه بار خروج کن دوباره وارد شو، چون تصویر جوزف کنم الان هست، من خودم میبینم با یه سیستم دیگه، ستایشم فکر کنم میبینه. نه ستایش، پایین 1 منظورت کجاست؟ منظورت اینجاست؟ نه ببین، اگه اینجا بذاری که اصلا زاویه دار میشه، این یکی به این سمت، این یکی هم به این سمت، چجوری براینده اینا میتونه صفر بشه؟ برای اینکه برایندشون صفر بشه باید خلاف جهت هم باشن کامل که برایندشون صفر بشه. ببین برای که برایند صفر بشه، مثلا یکیشون باید 5 نیوتن اینجا باشه، یکی هم 5 نیوتن اینور، که اینا با هم برابر باشن صفر بشه. اگه زاویه دار بشه، چرا کی گفتیم باید عمود بشن؟ یعنی چی؟ چرا باید عمود باشن تا برایند صفر بشه؟ کی گفتیم؟ ببین سوال قبلی هم نگاه کن. برای اینکه برایند صفر بشه گفتیم این راست و چپ باید با هم برابر باشن. ببین یکی راست یکی چپ، بالا و پایین هم باید با هم برابر باشن. عمود حل نکردیم، عمود اصلا نمیشه. برای اینکه برایند صفر بشه راست و چپ باید با هم برابر باشن، بالا پایین با هم. فاطیما این چیه؟ چه چیزایی میگی؟ ببین کلن اگه برایند دوتا بردار بخوان صفر بشن، ببین فرض کنید یه جسم گذاشی وسط
میخوای این تکون نخوره. خب اگه یکی داره به سمت راست میکشه، اون یه نفر دیگه باید بیاد به سمت چپ بکشه که این تکون نخوره. وقتی میخوای براینده دوتا نیرو صفر بشه، یکیشون باید به سمت راست بکشه، یعنی نیرو باید به سمت راست باشه، یه نیرو مثلا باید به سمت چپ باشه. بعد اینا باید با هم برابر باشن. اگه خلاف جهت و برابر باشن، برایندشون صفر میشه. اوکی؟ بعد ما توی این شکل‌ها می‌خوایم روی این خط واصل بین این دوتا، یعنی در همین راستای بین این دوتا یا بینشون یا خارجشون، دنبال یه نقطه‌ای می‌گردیم که برایند صفر باشه. گفتیم که اگه اون نقطه وسط باشه، این اتفاق نمی‌افته الان. چرا؟ چون این بار من ضعیف 1 میکروکولونه، ولی این بار من 4 میکروکولونه. نیرویی که این 4 وارد می‌کنه قوی‌تره، واسه همین تو نقطه وسط برایند صفر نمیشه. حالا سوال اینه، و من باید از این نقطه وسط جابجا بشم، بیام سمت راست نزدیک این 4 یا برم سمت چپ نزدیک این 1 به نظرتون؟ نه، سمت چپ 1 نمیشه. الان سمت چپ 1 میذارم که ببینی فاصله و همه چیز رو با هم اشتباه نگیری. ستایش میگه بذار سمت چپ 1. اگه بذارم اینجا بارم هم مثبت بود. نگاه کن چه اتفاقی میفته. آفای فاطمه درست گفت الان. ببین اگه من بذارم اینجا یه بار مثبت بذارم سمت چپ، نگاه کن، بار مثبت 5 میکرو. این بار 1 میکروکولون مثبت دیگه دفعش میکنه. بعد این یکی باره هم 4 مثبته، اونم دفعش میکنه. خب آیا این دوتا میشه برایندشون صفر باشه؟ نه دیگه، به یک جهت هم میبینی؟ به یک جهت هم با هم دیگه جمع میشن. نمیشه برایندش صفر نمیشه. با هم جمع میشن، هم جهت هم. اگه این ور 4 بذاری همینطور، باز 4 مثبت دفعش میکنه، 1 هم مثبت دفعش میکنه. بیرون خوب نیست. بیرون نیروها هم جهت هم. هم سمت راست هم سمت چپ. میبینی؟ هم جهت هم برایندشون نمیتونه صفر باشه. باید همینجا بینشون حرکت کنیم، بین این دوتا. ستایش قبول کردی بیرون ها نمیشه؟ چرا نمیشه؟ نیروها رو که بکشی هم جهت میشن، با هم دیگه جمع میشن. اوکی. آفرین. ببین، من باید برم نزدیک اونی که ضعیف‌تره. چرا؟ چون من میدونم اگه فاصلم رو کم کنم برم پیش اونی که ضعیف‌تره، نیروش یکم قوی‌تر میشه حداقل. اینی که خودش قوی بود، اگه ازش دور بشم نیروش ضعیف‌تر میشه، اون وقت این دوتا نیرو میتونن با هم برابر بشن. اوکی؟ پس بچه ها، اگه بارها مساوی بودن، خب من هم میرم میستم وسط، چون بارها برابرن، فاصله هم برابره. ولی اگه بارها مساوی نبودن، من نمیتونم وسط باشم. وسط جای خوبی نیست، چون یکی از بارها قوی تره، نیروی بیشتری وارد میکنه. پس چه کار کنم؟ باید برم سمت ضعیف‌تره، سمت اونی که بارش کوچیک‌تره. چرا؟ به خاطر اینکه اگه برم سمت اونی که کوچیک‌تره، یکم نیروش قوی‌تر میشه، اونی که یکم نیروش ضعیف‌تر میشه، اون وقت تعادل میتونه برقرار بشه، اون وقت نیروها مساوی میشن. خب فاصله از بار کوچیک‌تره رو میگیرم x، اون وقت فاصله از اون یکی باره میشه d منهای x. d چیه؟ d فاصله بین دو تا باره. این ور رو میگیر x، اون ور میشه d منهای x. حالا می نویسم، میگم نیرویی که اولی وارد میکنه باید با نیرویی که دومی وارد میکنه برابر باشن. از اول خط نیرویی که اولی وارد میکنه با نیرویی که دومی وارد میکنه باید برابر باشن. نیرویی که اولی وارد میکنه میشه Q1 به اون بار وسط که اسمشو بذارم Q'.
فاصله بار اولم x گرفتم، فاصله به توان دو. نیرویی که دومی وارد میکنه میشه k q دو، به q پرینه وسط وارد میکنه از چه فاصله ای؟ d منهای x به توان دو. نگاه کن، حالا چیزی که ثابتن رو از دو طرف خط میزنم، این کاه با این کاه حذف میشه. یه چیز خیلی مهم، این کیوپرینه با این کیوپرینه اینور حذف میشه. این یعنی چی؟ یعنی این بار 5 میکروکولونی که گذاشتی بین این دوتا مقدارش اصلا مهم نیست. اینکه چه باری بذاری اون بین این دو بار اصلی مهم نیست. 5 میکروکولون باشه، 7 میکروکولون باشه، 100 میکروکولون باشه، مثبت باشه، منفی باشه، اصلا مهم نیست. چرا؟ چون برای دو طرف مشترکه و خط میخوره از رابطه. پس یادتون باشه، حتی اگه این باره رو بهتون داد، یه داده اضافه است، به درد نمیخوره. اصلا اون باره مهم نیست. فقط جاش مهمه که کجا بریم. نزدیک به کوچیکتره. و این رابطه خیلی قشنگ اینجوری میشه. میگم بار Q1 به فاصله از Q1 به توان 2 باید برابر باشه با بار Q2 به فاصله از Q2 به توان 2. به همین راحتی. شما فقط کافیه همین رابطه رو یاد بگیری. یه جایگذاری عددی انجام بدی، مثلا عددی حل میشه. همین رو یاد بگیر. از برابر قرار دادن نیروها میشه بار اولی به فاصلش به توان 2 برابر با بار دومی به فاصلش به توان 2. همینو بنویسی مسئله حل. خب بار اولی 1 بود، فاصلش هم x به توان 2. بار دومی 4، فاصله هم 15 منهای x به توان 2، چون فاصله بین دو بار شد 15. جذر میگیرم چون توان 2 هم این طرف میشه 1 به روی x، اون طرف میشه 2 به روی 15 منهای x. توان 2 ها میرم. حالا طرف این وسطه این میکنم، 15 منهای x برابر با 2x. این منفی x میره پیش 2x، باهاش جمع میشه، میشه 3x. 15 برابر با 3x، x میشه 5 سانتی متر. پس یعنی فاصله از بار کوچیک‌تر باید 5 باشه و فاصله از اون یکی میشه 10 سانتی متر، چون کل فاصله 15 بود. وقتی از این 5 سانتی متر باشم، از اون یکی میشه 10 سانتی متر. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگه ما دوباره هم نام داشتیم، مثبت 1 بود، مثبت 4، دوباره هم نام داشته باشیم، نقطه ای که تعادل بین این دوبار برقراره، یعنی برایند نیروها صفر میشه، یه نقطه بین این دوتا و نزدیک به کوچیکتر است، نزدیک به بار کوچیکتر. چجوری به دست میاد؟ اگه نیروها رو با هم برابر بذاریم، رابطه ساده میشد. به اینجا میرسید که بار Q1 بار کوچیکه تقسیم بر فاصلش به توان 2 که فاصله رو میگیریم X، برابر با بار بزرگتر به فاصلش به توان 2 که فاصله میشه دی منهای x بر بار بزرگتره. اینو که بنویسیم مسئله حله. یادش گرفتین؟ اگه یاد گرفتین یه اوکی به من بدین. بذار من اینجا یه شکلی بکشم. یه باری داریم منفی 5، یه باری دارم منفی 2. آقا اینا هم نامن یا نه هم نام؟ منفی 5 منفی 2 آفر هم نامن. خب آفر هم نامن. اگه دنبال نقطه‌ای بگردم که نیروی برایند صفره، اون نقطه نزدیک کدومشون میشه؟ نقطه ای که برایندش میتونه صفر باشه نزدیک کدومشون میشه؟ آیا وسط میتونم بذارم؟
وسط نمیتونم بذارم چون مساوی نیست، باید برم نزدیک کوچیکتره. بچه باید نزدیک منفی دو باشی. کوچیکه بچه از نظر مقدار علامت مهم نیست، تو باشه علامت بار اصلا مهم نیست، مقدار نه دیگه، منفی دو. فاطمه ما علامت بار رو در نظر نمیگیریم برای حساب کردن نیرو، تو فرمول علامت بارها نمیره، پس علامت بارها مهم نیستن. این دو تا بار داره، اون 5 تا بار داره، این دو تای کمتره. بعد فاصله از کوچیکه رو میگیریم x، اون وقت فاصله از این یکی میشه dm های x. میگی بار کوچیکتره که 2 به فاصلهش x به توان 2 برابر است با اون یکی باره که 5 به فاصلهش dm های x به توان 2، و حلش میکنیم. اوکی؟ جا افتاد؟ نتیجه شو کامل کنیم. گفته به نقاط کلیدیش اینن: هنگامی که دو بار الکتریکی هم نام باشن در نقطه ای بین دو بار بینشون، دیدیم بیرون نمیشه، بیرون هم جهت میشدن، بینشون و نزدیک به بار کوچکتر به بار آزمون نیروی وارد نمیشود. بنویسیم مقدار و مثلا بنویسیم بار سوم، بار سوم این کیوپرینه مهم نیست. فرمولش هم این بود: کیو کوچیکتره به فاصلهش که x به توان 2، کیو بزرگتره به فاصلهش که dm های x به توان 2. فرمولش هم این میشه: بار کوچیکه تقسیم بر فاصلهش رو که x میگیریم به توان 2 برابر است با بار بزرگتر به فاصلهش که dm های x به توان 2. خب حالا این شکل پایین صفحه رو ببین. یه بار مثبت 1 داری، یه بار منفی 3 داری. بارها ناهم نامن. میخوایم ببینیم اگه دو بار ناهم نام داشته باشیم اون نقطه ای که برای صفره کجا میافته؟ دوباره ناهم نام. بچه به نظرتون بازم بینشون میشه یا بیرونشون؟ بیا امتحان کنیم. بینش یه جایی انتخاب کنم، مثلا اینجا. یه باری میخوام بذارم. نگاه کن چی میشه؟ بار اول این بار مثبت 1 میکروکولون مثبته. مثبت مثبت رو دفع میکنه. مثبت مثبت رو دفع میکنه. بار دوم منفی 3 منفیه. این مثبت ما رو جذب میکنه. آیا بین این دوتا نیروها خلاف جهت شدن که بتونه برایند صفر باشه؟ یا نیروها هم جهت هم با هم دیگه جمع میشه؟ پس ببین بینشون خوب نیست. آفرین. پس بینش خوب نیست. هر نقطه بینش بذاری هم جهت هم. باید بری خارجشون. این دفعه باید بری خارج. به نظرتون نزدیک کدوم؟ نزدیک این یکه یا نزدیک این سه؟ مثبت 1 منفی 3 نزدیک کدومشون؟ فاطمه اگه اشتباه گفتی میکشمت. تهدید. حالا جرأت ندارم. نزدیک کدومشون؟ مثبت 1 یا منفی 3؟ ستایش تو بگو، کاری باید ندارم. اینطور نمی کنشم.
آفرین آفرین، دیگه فهمیدم می کشم، من درست گفتی، آفرین. آقا نزدیک کوچیکه، نگی منفی 3 کوچیکتر از مثبت 1، به منفیش کاری نداریم، عددش عددش، این 1 این 3، 1 کوچیکتره یا 3؟ 1. بذار اینجا بارتو، بذار اینجا ببین چی میشه، بارتو بذار اینجا. 1 میکروکولوم مثبته، مثبت مثبت رو دفع میکنه، کیو 2 منفیه، ببین منفی مثبت رو جذب میکنه، میبینی اون شرط خلاف جهت بودنه حالا اومد وسط، درست شد، حالا درست شد. پس اگه دوباره ناهم نام بودن بینشون هیچ وقت برایند صفر نمیشه، باید بری خارجشون. کجا؟ نزدیک کوچیکتره، کوچیکه یعنی اونی که مقدار بارش کمتره. به علامت ها کاری نداریم. خب بازم بچه فاصله از کوچیکه رو میگیرم x، این دفعه فاصله از اون یکی میشه دی به اضافه یک، چون فاصله بینشون دی باشه این بیرونه، چه دی به اضافه یک. و بازم فرمولش همون میشه، میشه بار کوچیکه یعنی کیو یک به فاصلهش، نگاه کن، این باره به فاصلهش به توان 2 برابر با این باره به فاصلهش، میشه بار بزرگه فاصله بزرگه میشه دی به اضافه x به توان 2. و اینجا رو باید کامل کنیم، گفته اگه دوبار ناهم نام باشن این نقطه خارج از دوباره، خارج و نزدیک به بار کوچکتر، همیشه نزدیک به کوچکتر است، فقط باید ببینی کی داخل کی بیرون. وقتی دوبار هم نام باشن بینشونه نزدیکی کوچیکه، وقتی دوبار ناهم نام باشن خارجشون نزدیکی کوچیکه. کوچیکه کدومه؟ اونی که مقدار بارش کمتره، کاری به علامت بارها نداریم، اونی که مقدارش کمتره. رابطش همین میشه، بار کوچیکه به فاصلش به توان 2 برابر است با بار بزرگه، چون بیرونه فاصله میشه دی به اضافه x به توان 2. پس نقطه مورد نظر ما اینجا میشه نقطه آ. این موضوع اوکی شد براتون؟ بچه درس نیروی کلونی تا همینجا تموم میشه، بعدش وارد میدان الکتریکی میشه. فقط این که شما الان چند تا تمرین داری که بهتون گفته علامت دادم که تو خونه دو تا تمرین فکر کنم بود که حل کنی، درسته؟ بعدش بیاین آخر جزوه، اینو بیاین تا جزوه رو بیاین تا آخر، بچه از اینجا صفحه 51 بفرمایید بشم، آره صفحه 51 یه سری تست تکمیلی ما داریم. خب صفحه 51 یه سری تست تکمیلی داریم، یه چند تاشو میگم علامت بزنیم حل کنین، جلسه بعد من براتون حل میکنم. بچه اینا سوالای سختی هستن، خب یعنی خیلی باید روشون فکر کنید، زود ناامید نشید، روشون خوب فکر کنید، وقت بذارید حلشون کنید. اگه بتونید این سوالا رو حل کنید یا حداقل تا نصف برید دیگه درس یعنی خوب برات جا افتاده. میتونی بذاری بعد از اینکه جزوه رو خوندی، تمریناشو حل کردی، از کتاب
نمونه سوالت سوال حل کردی، احساس کردی خوب مطلب واسه جا افتاد، بعد بیای روی این سوالا وقت بذاری. خب چه سوالی رو حل کنیم حالا؟ سوال 85 86 87 88 همین این چهارتا سوالم. این چهارتا سوالم وقت بذاریم و روشون فکر کنیم. اگه نتونستی حلشون کنی هیچ اشکالی نداره، با هم جلسه بعد حلشون میکنیم، ولی میخوام حتما روشون فکر کنید. پس شد دو تا مثال توی جزوه، چهار تا هم اینجا، شیش تا. خب فاطیما برام یه سری تکلیف و تستاش رو فرستاد، ولی سه تایش برام تکلیف نفرستادی. قرار بود تکلیف واسم بفرستین سوال حل کنیم. از این به بعد میگم هم تکالیفتون رو توی گروه بفرستید که آنهایی که تکلیف نمیفرستند از خودشان و بقیه خجالت بکشن و تکلیف بفرستن. تکلیف که میگم نمیخوام شما صورت سوال رو بنویسید، شماره بزنید. سیرتا پیاز خریدی ستایش؟ اگه تستا برات سختن از قسمت تشریحیش آفرین. از قسمت تشریحی شروع کن. الان هرچی که در مورد نیروی کلونی هست تا سر میدان الکتریکی، واژه میدان رو دیدی حل نکن. تا سر میدان نیروی کلونی رو ما الان کامل خوندیم. خب حداقل میخوام 30 تا سوال واسم حل کنید تا هفته دیگه. 30 تا. راستی اینم بگم بچه ها، شاید من هفته دیگه شنبه نباشم که براتون کلاس بذارم. توی گروه بهتون اطلاع میدم اگه قرار باشه کلاس کنسل بشه بهتون میگم، ولی گفتم از الان بگم که یه آمادگی داشته باشین. بعد شما تا شنبه نگید کلاس نداریم. آره 30 تا سوال جدید میخوام حل کنی فاطیما، چون الان بازم ابحث رفت جلو دیگه. من تکالیفتون رو تا جمعه میخوام، جمعه شب اینا. خب بعد واسه اگه کلاس تشکیل نشد من واسه هفته دیگه بهتون یه تکلیفی میدم که یه کاری انجام بدید. خب خیلی هم عالی. خب بچه ها جلسه امروزمون تا همینجا بمونه. اگه سوالی نداریم خسته نباشیم، بریم به سلام. مرسی، شما هم خسته نباشید. خدا نگهدار.